خب مهمونه این هفته برنامه کسی نیست به غیر از دوست عزیزمون شارومین. ما هرچی سعی کردیم شارومین رو با خودمون ببریم این نمایش هوایی ایر ریس توی ابوظبی موفق نشدیم، ولی خب امروز دیگه لطف کردن اومدن باهاش هستیم با شارومین. حتما کار جدیدش رو شنیدین از سایت رادیو جوان، تو برنامه من پخش کردم زودتر شنیدین. مست و خراب، حالت خوبه شارم جان؟ مرسی، ممنون. من عذرخواهی میکنم پیش بیست بابت این مسائلی که برنامه میکنم فشورده است، از این بابت عذرخواهی میکنم، باعث افتخار در خدمت حسابی سر شلوغه دیگه، خلاصه معروف شدن و خیلی سخته. یعنی کار اول، استارت کار اول، تمام استرس ما رو همین پرش کار اولیه بود. خب خدا استارت خوبی هم بود، خدا رو شکر. یعنی جواب خوبی گرفتیم. آره، جواب خیلی بسیار خوبی گرفتیم. یعنی مثلا خودم فکر میکردم اینقدر باشه، ولی وقتی این جواب مردم رو دیدم، مثلا ویوها رو دانلودها و تو سایت های مختلف دیدم خودش داره میره جلو، اصلا خودم واو. خدا شو خیلی هم خوب. حالا شارومین اسمت خیلی قشنگه، ولی من معنی اسمت چیه شارومین؟ من یه بار دیگه توی یه اینترویو دیگه هم صحبت کردم در مورد این مسئله. شارومین واسه یه دوره زبانی به نام سنسکریت خود ایرانه. خب به فارسیه؟ به فارسی، بله بله. شارومین مثل شروین اینا هم دیگه باشین، خود شباهت‌هایی داره با هم دیگه روی مسئله. و عرض حضورتون به نام خجسته، به نام پایدار، محکم، درست به من. خب همه ازم میپرسن کم کلامش سخته، طرف میگه شارومین، گفتم آره سخته، ولی بره رو حافظه دیگه رفته دیگه سیب شده. آره. شارومین جان یه ذره از سابقت بگو، چون شاید بینندگان زیاد آشنایی نداشته باشن، از که وارد حرفه موسیقی شدی، چرا اصلا موسیقی رو انتخاب کردی؟ و خیلی جالبه به خاطر اینکه سنی هم مثلا چند سالته شد؟ من 7-8 سالم. نه اوکی ام ماشاءالله بهت نمیاد. آره کم سن بالا. خب اکثرا هم البته بنده رو با یه ویو قبلا دیگه دیدن، با یه ویو ریش پروفسوری من داشتم. خب به حسب تیمی که داشتم دارم میگن خب این ویو دیزاین جدیده دیگه از این کاراست. و سبکی رو که شما یعنی تو موسیقی دنبال رو هستی، یعنی انجام میدی، سنتیه؟ عرض به حضورتون از اول اینطوری بوده؟ یعنی دنبال فقط موسیقی سنتی بودی، میخوندی، ساز میزدی، چجور شد وارد این مسیر؟ خب من متضمنی که تو ایران بودم علاقه خب به موزیک سنتی داشتم، یعنی پایه‌گذاری بحث من آواز سنتیه. خب حالا بک‌گراند قبلنی هم داشتم که نواهای دیگه کار کردم، ولی خب اومدم با موزیک سنتی بر حسب، حالا میگن ارثیه، میگن تمرینیه. تو خانواده‌ام بود این؟ یعنی بله، دایی خودم و مادرم خیلی خوش صداست، میتونم بگم تا حد زیادش میگن ارثیه و حسالایی که از خانواده گرفتم. خب ما اصالتا جنوبیم، اصالتا شوشتریم، ولی بزرگ شده تهران هستم، ولی خب افتخار میکنم که جنوبیم و حتی شوشتریم، حالا تو همین مناطقه عاشق شدم. و عرض به حضورتون که خب توی هر شاخه علاقه داشتم، دوست نداشتم که فقط بگم طرف سنتی کاره، طرف فقط یعنی آواز ایرانی میخونه. قبلا خیلی میگم اجراهایی داشتم تو ایران، جاهای مختلف، کشور مختلف داشتم، اجرای سنتی کردم. بعد اجرای زنده منظورتون؟ بله اجرای زنده. بیشتر میگم چون تا حالا این اولین کار رسمی ماست که داریم مثلا مست و خراب سنتی ایران، و خیلی هم روی مسئله بحث داشتیم که اولین کار چه کاری میاد بیرون از شارومین، چون همه بر حسب اون ژانر قبلی شارومین فکر میکردن خب شارومین میاد یه آواز ایرانی میخونه، یه سنتی رو میده جلو. خب کار متفاوتیه با موزیک، اون تنظیم موزیکی که الکترونیکه و سنتی روش خوندی. درسته، بله بله، کار قشنگیه. میگم این برمیگرده به، میگم من خودم محدود نمیکنم به بگن فقط همینه که هست، یعنی چون سنتی میخونی و احترام شدیدی دارم به این بحث سنتی که بگن آقا شارومین پیرو راه یه شخص دیگه است. من به تمام اساتید احترام میذارم، ولی دوست ندارم به شخصه بگن شارومین خوب میخونه ولی شبیه فلانی میخونه. خب شبیه خوندن که هیچ وقت مثلا اصل نمیشه. اینو به شخص علاقه نداشتم، با خیلی اساتید بزرگی در حال پروژه های مختلفی بودیم، ولی دیدم بک‌گراندی که خودم میگیرم میگم شبیه فلانی میشم. همشون عالیان، همه اساتید میگم من 100% احترام میذارم. خب الان پس از این کار مست و خرابه یه مسیر جدید رو شروع کردی. بک‌گراندی که از مردم گرفتم، یعنی اکثریت که اینو گفتن، حالا نمیتونم اسمشو بذارم، اسمشو نمیتونم برم سبک، ولی خب اکثرا این بحث رو با اون کردن که تونستی
یه پایه‌ای برای خودت توی این وسط‌ها ایجاد بکنی. خیلی عالی. این مسئله بوده. حالا مست و خراب، چرا مست و خراب حالا؟ کلا مستی رو دوست داری؟ من خود خراب بودن رو دوست دارم. خراب بودن. نکنید این صادقانه بهت میگم، بیت اول این کارو حرف دلم بود. حتی این کارو به همکاری خانم پریناز ما اشعارشو با هم دیگه میکس کردیم. من جا رو تشکر کنم از ایشون. بیت اول این کارو که خودم گفتم من مست و خرابم، ساقی بده جامم جولیده و مستم ویرانه نسلم. این مثلا میگم توی حال و هوای عجیبی اومد به سر من. همه فکر میکنن که شارومین مست بوده. نه شارومین اصلا به شراب و اینجور چیزا. نه شارومین خودش به شخص علاقه ای، راست بگم به نه که علاقه ای، خودم مثلا نمیسازه اصلا درینک به من. همه میگن خب حتما این کارو مست بودی خوندی. این کار از خیلی من پیغام گرفتم سر این مسئله. میگم والا نه، من وضع میخوام مثلا میرم تو فکر مادرم میکنم واقعا مست میشم. اینو صادقانه بهتون میگم. اولین کاری هم که توی یکی از این برنامه من اجرا کردم، نیکوتر از نام تو نیست و لبانم، عشقی به جز عشق تو نیست در هوایم، آری بود نامش مادرم. مثلا وقتی این کارو میخونم مثلا عشق ناخداگاه بچه ها همین میگن چرا مستی؟ میگم والا توی مغزی محافلم دوستان که اصلا هستم خوشور هیجانم جونی میگن تو حتما مستی. میگم بابا من نخورده مستم. میبینم که علاقه به ترانه سرایی هم داری، میکنی این کارو؟ یعنی کاری نمیتونم خودم روی این ترانه سرا بگم، چون احترام قائلم به ترانه سرای عزیز، هیچ وقت خودم تو جایگاه قرار نمیدم. این حرف دلمه، نمیتونم بگم من شاعرم، نمیتونم بگم ترانه سرام، ولی مینویسی چیزی که بالاخره حرف دلمو میزنم. من هیچ وقت میگم روی مسئله بی احترامی نمی کنم که بگم من خودم رو در قالب یک ترانه سرا بذارم، ولی بعضی موقع معمولا یه بیت خوبی به گوشم میرسه وسوسه میشم، یه ناخودآگاه بر اساس اون ملودی های قدیمی فولکوری که من شنیدم یه دفعه میاد. این فلبداه منه. شما الان یه کلمه من بگید علاقه دارم مثلا دو تا کلمه میشنوم، ناخودآگاه یه بیانی میاد، جفت جور میشه و خارج از قافیه هم نیست. میشه که میشه، حالا بعضی بهش میگن شعر، من میگن خودم دل، حرف دلمو دارم میگم. یه ملودی میاد، این ملودی هم که شبتون میگم به وجود اومدن مست و خراب گذاشتن استاد پژمان نیکوش عزیز بود که یکی از موزیسیانه به نظر من حرفه‌ای با اخلاق، بسیار پر انرژی. واقعا من خودم به شخص خیلی احترام دارم و دوستش دارم. موزیک نوشته؟ بله بله، استاد پژمان نیکوش عزیز یه شخصیت فوق‌العاده مهربون و پر انرژی. یعنی اگه ایشون این انرژی رو، این هیجان رو من نمیداد، این کار ما توی تموم نمی‌شد. این کار واقعا مثلا میگم وقتی من اینو یه موزیکو یه بیت بود من گذاشتم رو گوشم، خودم نمی‌دونستم دارم چی می‌خونم. وقتی این بیتو شنیدم یه دفعه اصلا بدون اینکه اصلا فکر کنم بهش که بگم چی دیگه اومد، گفت دیدم بچه‌ها گفتن گوشی رو بردار می‌دونی داری چی می‌خونی، گفتم نه، از داره رو اسپیکر پلی کردم، من اصلا اون ملمس و خرابم اینجوری به وجود اومد. یعنی فکری در موردش نبود که بگیم این درست شده بود که شارومین بیاد بخونه. خب از رو حس رفتی جلو، هم خیلی خوب و موفق. کار دیگه هم الان در آینده داری با ایشون؟ یعنی که کلا کار آینده چجوریه؟ الان با کی قراره آهنگ جدید؟ الان یه کاری با گروه تیم بکس ما داریم. بسیار در بچه های فوق العاده شاه، اینا بچه ها سبکشون اصلا یه خب شارومین توی ژان وای نمیسه. من خودم سورپرایز این بس. آره ما توی ژان وای نمیسیم. بچهای تی ام بکس بچهای فوق العاده پر انرژی، فوق العاده، یعنی اصلا من واقعا دوستشون دارم. شاهین اندلیبی اینا بچه‌ها فوق العاده، همشون آیدیای جدید دارن. من عاشق آیدیای جدیدم. یعنی شاید خیلی از بچه‌ها میگن شارومین تو چجوریه قضیت، چجوری مثلا این موزیکاتو پیدا می‌کنی؟ میگم من روزانه چندین ساعتم موزیکای هندوستان، موزیکای آفریقا، موزیکای کشور مختلفی که شاید بگن خود سنتی باری چرا اینو همین شما می‌خواستم بپرسم به غیر از موسیقی سنتی کلا علاقه نسبت به حالا ژانرهای مختلف موسیقی خارجی چیه، چی گوش میدی؟ یعنی فولکلوریک دوست داری؟ موزیکای خب فولکلوریک اس کنی آر ام بی، هیپ هاپ، دابستپ. اصلا من چیزایی گوش میدم که شاید دابستپ هست. دابستپ عاشقشم، یعنی عاشق کار جدیدم. کسی که یه زنم همچی حالتهای دابستپ داره. بله میره تو آرنبی تو دابستپ و من هیپ هاپ داره توش، آخرش میره توی پیانو رو استاد پژمان مثلا یه راک زده اصلا که تموم میشه.
خیلی فوق العاده است. یعنی کار جدیدم دقیقاً امیدوارم که بتونیم مثلا سورپرایز کنیم. یعنی دوست دارم آره من تیم بکس با تیم بکس معرفی بشه. تیم بکس تا یه هفته دیگه احتمالاً تا آره میگم اونم کار شارپیه. بچه ها فوق العاده خوندن این کار رو با هم دیگه اصلا کار کردیم. این کار فوق العاده است. میگم منتظر کار جدید شارمین عزیز با گروه تیم بکس باشیم. شارمین جان طرفدارات اگه بخوام پیدا بکنن از چه طریقی چه کانالایی هستش که میتونم به دستش بیارم؟ عرض حضورت که تیم ما یه دونه فن پیج درست کردیم به نام شارمین میوزیک. شارمین میوزیک توی فیسبوک اون فن پیج من هستش. در خدمت تو البته میگم فن پرایوت من پر متاسفانه، ولی پیغاماتونو دریافت میکنم، ولی روی فن پیج هم هستم هم منیجر هستش روی مسئله. هم اینستاگرام من شارمین خالی فقط و سایت اون که sharomin.com که در حال دیزاین کردن کاره. اونم یه ایده جدیدی روی سن بسیار جدیدی هستش که در خدمتتون هستم. مرسی که با ما بودی. وقت اون متاسفانه کمه، ولی من همیشه یه زمانی میذارم آخر برنامه. اگه چیزی میخوای خودت اضافه بکنی، حرف آخری داری، در اختیارت. واقعا صادقانه نمیدونم چجوری تشکر کنم از این همه حمایتتون. یعنی وقتی این همه پیغامای دوستان رو میبینم که این شور و هیجان رو به من میدن، بیشتر من انرژی میگیرم. چون کار اول استرس هم خیلی زیاد بود، ولی این انرژی های مردم که اصلا بهم پیغام میدن فوق العاده است. امیدوارم که بتونم اون همه محبت که تا الان بهم داشتید رو جبران بکنم. منتظر کار جدید شارمین با گروه تیم بکس هستیم. هفته دیگه قول میدم بهتون که تو برنامه حتما معرفی بکنم.